همه ساله میلیون ها تن زباله پلاستیکی اقیانوس ها و مناظر طبیعی را آلوده می کند و تهدیدی جدی برای حیات وحش و اکوسیستم ها به شمار می رود. اگر بتوانیم خطرات زیست محیطی میکروپلاستیک ها را به چیزی واقعا ارزشمند مانند گرافن تبدیل کنیم اتفاق مطلوبی رو خواهد داد. همکارم در گزارش خود این مسئله را واکاوی کرده که با هم می بینیم. برخی از دانشمندان مبتکر و آینده نگر دانشگاه جیمز کوک راهی برای تبدیل میکروپلاستیک به گرافن یافتند گرافن ماده قابل توجهی است که به دلیل استحکام رسانه و تطبیق فضیری که دارد شناخته شده است این ماده قابل تغییر در صنایع مختلف از الکترونیک گرفته تا ذخیره سازی انرژی موج ایجاد می کند و راه را برای پیشرفت های فناوری جدید هموار می کند میکروپلاستیک ها که بزرگتر از دانه کنجد نیستند آسیب قابل توجهی به زندگی دریایی، حیات وحش و به طور غیر مستقیم به انسان وارد می کنند. این میکروپلاستیک ها به دلیل ماهیت تجزیه نپذیر و نامحلول خود در آب تهدیدی در حال تکامل برای ماهی ها، حیوانات و انسان ها هستند. آنها به قطعات کوچکتر تبدیل شده و به زنجیره های غذایی نفوذ می کنند و به طور بالقوه در بشقاب های غذای ما فرود می و بدتر از همه در جذب آلاینده های عالی مزر مهارت دارند. این ماده فوقلاده کربن با زخامت یک اتم از فولاد قوی تر از الماس سخت تر و از آلمینیوم سبک تر است اما نکته جالبان جالب آن است که همین ماده میکروپلاستیک با مقدار تقریبا سی میلی گرم تقریبا پنج میلی گرم گرافن را میتواند در یک دقیقه تولید کند این میزان تولید به طور قابل توجهی بالاتر از آنچه قبلا به دست آمده می باشد و جایگزینی ساده و سازگار تر با محیط زیست برای تکنیک های فعلی ارائه می کند. این تکنیک نه تنها میکروپلاستیک ها را به طور موثر به گرافن تبدیل می کند بلکه جایگزینی ساده و سازگار با محیط زیست را برای روش های بازیافت فعلی ارائه می دهد. گرافن که اغلب از آن به عنوان ماده شگفتانگیز یاد می شود با خواص خارق العادهش متمایز می شود و همانطور که اشاره شد از استحکام قابل توجهی برخوردار است در حالی که به طور شگفتانگیزی سبک است و همچنین الکتریسیته را کارآمدتر از مس هدایت می کند گرافن با ساختار منحصر به فرد خود یعنی به اندازه فقط یک اتم زخامت انعطاف پذیری و شفافیت از خود نشان می دهد. این ویژگی های استثنایی راه را برای تعداد بیشماری از امکانات از تبدیل الکترونیک تا بهبود فرایند های تصفیه آب هموار می کند. پیامت خواهی این تحقیق گسترده یک نقطه عطف مهم برای علم محیط زیست است. این تحقیق نه تنها پیشگام روی کرد جدیدی برای سنتز گرافن است بلکه به هدف گسترده تر یعنی کاهش اثرات نامطلوب آلودگی میکروپلاستیک بر اکوسیستم های ما کمک می کند. در حالی که این یافته ها موجی از خوشبینی را به همراه دارد اما باید به خاطر داشته باشیم که مبارزه ما با آلودگی پلاستیکی هنوز به پایان نرسیده و راه طولانی در پیش است.